سلام به همه مخاطبای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میدونم که منتظر بازی ایران و آمریکا هستید. حساس ترین بازی تاریخ فوتبال کشورمون تو رقابت‌های جام جهانی قراره که توی ورزشگاه از سمامه الوکره توی قطر برگزار بشه. یه بازی حساس که از شب قبل از بازی بلیتاش کاملا نایاب شده. اصلا اگه اینجا هستید نگردید دنبالش، چون که پیدا نمی‌کنید. از شب قبل بازی که چه عرض کنم، از چند روز قبل از بازی هم پالس داده بودن که خیلی دنبال بلیتای این بازی نباشید، چون که نیست، دود شده رفته هوا. حالا چیکار باید براش بکنیم معلوم نیست. ما خودمون رفتیم توی این چند روز کلی گشتیم، سرچ کردیم سایت فیفا، این محل بلیت فروش فیفا رو گشتیم، ولی خب تا الان که نتونستیم بلیتی برای بازی پیدا کنیم، یعنی بلیتی که بخوایم بگیم به شما که میتونید خیلی راحت در دسترستون باشه، تا الان نیست. حتی شنیده شده که بازار سیاه هم برای بلیت فروشی بازی ایران و آمریکا راه افتاده. بازی که یکی دو روز قبل از شروع رقابت‌های جام جهانی بلیتش توی سایت فیفا موجود بود، ولی خب اتفاقات گروه و پیروزی ایران مقابل ولز یه جوری رقم خورد که شانس صعود این دوتا تیم تو لحظه آخر بالا رفت. و حالا هم که می‌بینید که برای این بازی حتی آمریکایی‌ها هم بلیت این بازی رو خیلی راحت نمیتونن پیدا کنن، اونایی که بدون بلیت هستن توی قطر. حتی محل بلیت فروشی رسمی فیفا توی دوحه هم بلیت این بازی رو نداشت. ما خودمون رفتیم گزارش گرفتیم از اونجا، گفتن که باید صبح روز بازی بیاید اگر بلیت برای اون روز بازی‌ها که 4 تا بازی موجود باشه همون لحظه به فروش میره، اگه نه که کلن قید این بازی‌ها رو که توی اون روز برگزار میشه باید بزنید. رفتیم یه گزارش گرفتیم با هم دیگه ببینیم. خب ما اومدیم به قسمت بلیت فروشی فیفا شب قبل بازی ایران ببینیم بلیت میتونیم بگیریم از طریق خود فیفا. برای هموطنامون خیلی پرسیده بودن بلیت هست یا نه، ببین مسئولاشون صحبت کردن، درو که فعلا بستن، ببینیم چه میتونیم صحبت کنیم. No, no, for this match. No, from 10 to 10 we are working. Excuse me, can we go inside? No. Why? Because we don't have tickets to sell right now. For tonight or tomorrow? All the matches for now, there is no availability. Today? Today nothing is available. What about tomorrow? Maybe. There's no guarantees. It's the same availability as the online website. If it's available online, that means it's available here. If tomorrow match is available, can I buy? In the website? Yeah. You can buy from the website or you can come to the ticketing center. What about here? I come here tomorrow in the morning. If you found tickets, you can come and buy. Okay, thank you. Okay, thank you. خب میگه که الان بلیتی نیستش. بریم که بنده خدا هم خواهد صحبت کنه. بریم عقب‌تر. میگه که خب الان که بلیت‌های امروز تموم شده، برای فردا معلوم نیست گیر بیاد. اگه چیزی باشه الان آنلاین میتونید بخرید، اگه نه که فردا میتونید 10 صبح بیاید اینجا و بلیتاتون رو اگر باشه بخرید. حالا یه مقدارم ما شنیدیم فضای بازار سیاه بلیت بازی ایران و آمریکا هم راه افتاده، و هم از طرف آمریکایی ها و هم از طرف دیگه رفتی داداش، هم از طرف آمریکایی ها و هم از طرف ایران. امیدواریم که همه بچه ایرانی بتونن بلیت پیدا کنن بیان داخل. خب گزارش با هم دیگه دیدیم. بلیت فروشی بازی ایران و آمریکا در شرایطی که از قبلا انجام شده بود مثل همه بازی جام جهانی، الان در فاصله کمتر از 24 ساعت مونده به بازی ایران و آمریکا کاملا نایاب شده. اصلا پیدا نمیشه این بلیت‌ها و حتی شنیده شده که توی بازار سیاه هم به قیمت‌های گزافی داره به فروش میرسه. ما اینجا شنیدیم که صحبت از 700-800 دلار حتی 1000 دلار شده برای بازی ایران و آمریکا، و تماشای این بازی باید به قول معروف دیگه اگر اونایی که عشقشو دارن و دوست دارن برن این بازی ببینن، باید سر کیسه رو حسابی برای اونایی که بازار سیاه رو میگردونن شل کنن. حالا ما به همین خاطر یه گزارشی هم رفتیم گرفتیم از محل بلیت فروشی فیفا که این دور اطرافش هم بعضی از این افراد در کشورهای هند و پاکستان و بنگلادش که توی قطر هستن، این دوستان ریز بازار بلیت فروشی سیاه هم در جریان انداختن. ما رفتیم یه گزارشی گرفتیم، حالا قرار شد که به اصطلاح با دوستان صحبتی که کردیم، خیلی آنلاین هم هستم، قرار شد که به ما اطلاع بدن اگر بلیتی به دستشون رسید. بریم این گزارش کوتاه هم با هم دیگه ببینیم، بیام بازم باهاتون کلی حرف دارم. Do you have ticket for Iran against US of tomorrow? Can we find some way? Tomorrow check. Can you find for me? I give you my WhatsApp number.
You can write my WhatsApp number. Ali Reza Iran. Ali Reza Iran. If you find tonight, call, text me in WhatsApp or call me. Thank you. ملاحظه کردید دیگه اصلا بازار سیاهی که راه افتاده توی کنار اطراف باجه بلیت فروشی رسمی خود فیفا و کشور قطر چیز عجیب غریبی اصلا مختص بازی ایران هم نیست، نه اینکه فکر کنید فقط حالا بازی ایران و آمریکایی که الان یه چیز عجیب غریبه، بازی آلمان و اسپانیا هم ما اونجا از هوادارا شنیدیم که بلیت فروشیش به اصطلاح بازار سیاه کشید. بعد خدمتتون عرض کنم که بازی‌های دیگه‌ای هم همینطور تو همین هول و هوشی که ما رفتیم گزارش بگیریم بازی‌های دیگه هم بود که بلیت‌هاش به اصطلاح داشت بازار سیاه می‌رفت. میتونیم بریم که یه گزارش هم توی همین رابطه ببینیم که این بلیت فروشی سیاه فقط مخصوص تیم ایران و انگلیس نیست و بازی‌های دیگه هم به همین روال و این بلیت‌ها داره به اصطلاح توی بازار سیاه با قیمت‌های گزافتر فروخته میشه بلیت‌های جام جهانی. Against USA tomorrow. Nil ticket. Argentina. Only Argentina? Yes. Not Iran? No, Argentina. Can you? Argentina, Polonia, no. Argentina, no. I need Iran and USA tomorrow. Argentina. کلن اونایی که بلیت ندارن یه خورده مستعصلن و نمیدونن باید چیکار کنن. خب مثل همه بازی‌ها، مثل همه ورزشگاه‌های دیگه تو کل دنیا جلو در استادیوم بازار بلیت فروشی سیاه هم داغه. قطعاً توی روز بازی ایران و آمریکا همین اتفاق میفته و شاهد این هستیم که بلیت‌ها به قیمت‌های گزاف رد و بدل میشه و به نوعی حالا اون دوستانی که بلیت‌های زیادی دستشون بوده، اون دوستانی که تونستن به هر طریقی تعداد زیادی بلیت بخرن، دیگه حالا فردا بازارشونه، گل کارشونه که این بلیت‌ها رو چندین برابر قیمت بفروشن. حداقل ما امیدواریم که هموطنای خودمون، اون عزیزانی که توی قطر هستن الان و بلیت این بازی رو دارن، به اون کسایی که نیاز دارن واقعا بلیت رو به همون قیمت بدن که برن تیم ملی رو ببینن، بازیشو و تشویق کنن و توی این شرایط اقتصادی سخت که همه جوره فشار رومونه دیگه اینجوری به اصطلاح جیب هموطنامون رو خالی نکنیم. حالا اون هر کسی که بلیت دستشه، هر کسی که بلیت داره اصلا نمیخواد بره، بلیت زیادی بهشون دادن، هر تیمی، هر آدمی با هر به اصطلاح جایگاهی، امیدواریم که حداقل به این چیزها هم فکر کنه و هوای هموطناشو داشته باشه و این بازی هم برای ما خیلی خیلی مهمه. ما اگر صعود کنیم به مرحله بعد اتفاق تاریخی رو رقم زدیم و یه جشن ملی قطعا برپا میشه. امیدواریم که فقط دوستان یه خورده هوای هموطناشون رو داشته باشن و بازی هم طوری باشه که تیم ملی کشورمون صعود کنه. مرسی از اینکه ما رو همراهی کردید، با گزارش‌های ما حتما همراه باشید، سابسکرایب هم یادتون نره ما رو بکنید. ما توی یوتیوب همچنان گزارش‌ها رو برای شما از جام جهانی 2022 قطر به اشتراک می‌ذاریم. فعلا خدا نگهدار.